سلام، به قسمت معیارهای ارزیابی یادگیری ماشین خوش اومدید. ما در قسمت مقدمات یادگیری ماشین در مورد کراس والیدیشن صحبت کردیم، گفتیم که معیار ارزیابی مهم هست. چون مدل‌های یادگیری ماشین به مقادیر اولیه وزنها توی آموزش بسیار حساس هستند، به همین خاطر ممکنه شما مثلا یه مدل یادگیری ماشین رو میاید اجرا میگیرید داخل منزل، مثلا اکورسی 89 رو میگیرید، بعد میرید داخل دانشگاه اجرا میگیرید، اکورسیتون میشه مثلا 56. خب چه تغییراتی صورت گرفت؟ این همون وزنهای اولیه تصادفی هستند که داخل آموزش در نظر گرفته میشن و تأثیر میذارن. حالا یه روشی که میاد این تأثیر رو کم میکنه، اما بدون اینکه دستکاری انجام بده در این روال تولید اعداد تصادفی، کراس والیدیشن هست. ایتریشن اول، اونایی که صفر هستن میرن داخل تست. اونایی که صفرن اندیسه، چون گفتیم رندوم، بعد اینجوری هم نیست که بیاد از یک بشماره تا 135 اونا رو بکشه کنار، نه باید رندوم باشه. به خاطر بعضی یکی هم بعضی صفر هم، از 135 تا یک داخل این داریم، 15 تا صفر. اینجا ترین اسم باشه ترین آیدی، ترین آیدی مال تکرار اوله. تست آیدی رو اگه باز کنید عکس اونه، صفر اونجا اونه که تست پان استفاده بشن و یک گذاشته. به چه صورت استفاده میشه؟ اول شما بهش کریتریون رو میدید، اون معیاری که بخواید کراس والیدش انجام بشه، بردار ایکس ایدره که مشخصه دیگه، این ورودی ها هستن و اینم تارگت خروجی یا لیبل یا گروپ. بعد یه تابعی باید اینجا بنویسید، این تابع همون تابعی هست که قراره توش میایید مدلتون رو تعریف میکنید، که این نمیدونه کراس والیدیشن، این میاد داره همجور میچرخه، جهتش مهم میچرخه و مطلب میاد از این یه عدد تصادفی بین 0 تا 1 میکشه بیرون، داره میچرخه. مطلب هر وقت لازمش بشه میاد دیگه، همیشه که نمیاد یک عدد. هر وقت ما دستور مثل رند یا رند ان یا رند ترم یا رند اینت اینا رو استفاده کنیم، هر دستور رندوم دیگه ای که توی سیر تو پیاز مطلب من اینا رو توضیح دادم خدمتتون، هر وقت اینا رو استفاده میشن میره یه دونه عدد تصادفی نشون دهنده مثلا از اونایی که کلاس یک بودن 6 تا رو درست تشخیص داده، 2 تا رو غلط کلاس 2 تشخیص داده، از اونایی که کلاس 2 بودن 5 تا رو درست تشخیص داده، یکی رو اشتباه تشخیص داده. پس اینم از confusion matrix که بسیار مهمه تو کارهای دستبندی، ما اینو حساب میکنیم به عنوان معیار خوب ازش استفاده میکنیم. خب نمودار بعدی نموداری هست به نام Receiver Operating Characteristic Curve، یک کروی هست، یک نموداری هست به نام ROC، اینم خیلی نمودار مهمیه. یه جدول داریم اینجا، تو این جدوله مشخص میکنید چه معیاری رو میخواید، که این توی یک سری مقالات توی کارها مثلا بچه ها میگن مثلا اسپسیفیتی رو به دست بیارید. خب میگه TNR بذار یا SPC، من برات اسپسیفیتی رو به دست میارم. فرمول اسپسیفیتی هم اینه، TN تقسیم بر TN به اضافه FAP. TN چیه؟ Number of true negative instance، تعداد موردهایی که true negative شدن. حالا true negative رو به مقدمات فیلم آموزشی یادگیری ماشین در ایران مطلب مراجعه کنید، اونجا
For once I hit the spot real early. Quickly spotted this beautiful girlie. She had me going damn moonlight.